تربیت کودکان و فرزندان نیازمند استفاده از کلماتی هست که در ضمن اینکه منظور ما رو برای اونها بیان میکنه از بار منفی زیادی برخوردار نباشه. در این ویدیو میپردازیم به اینکه در این موارد چگونه با کودکان صحبت کنیم. سلام عزیزان، وقتتون بخیر باشه. کودکان در این حال که نیاز دارن تربیت بشن و جملاتی رو به عنوان جملات حتی دستوری و تعیین کننده راه زندگی اونها والدین دریافت کنن، اما باید مواظب حرف زدن و نحوه استفاده از کلماتی که در کودکان و فرزندان استفاده میشه باشیم تا اونها دچار کاهش اعتماد به نفس و یا سرخوردگی و افسردگی نشن. از جمله مواردی که نیاز هست به کودکان آموزش داده بشه احساسشون رو در واقع بروز بدن و در بروز احساسات مثل گریه، عصبانیت، خشم و حتی ناامیدی به اونها باید اجازه داده بشه که احساساتشون رو در قالب درستی در واقع تخلیه کنن و اگر با استفاده از جملاتی که دیگه گریه نکن، دیگه بحث، دیگه اینقدر زار نزن، در واقع کمک میکنیم به اینکه اونها دچار افرادی بشن که دچار سرخوردگی شده و کاهش اعتماد به نفس میشه و این نحوه تربیتی با اونها در واقع اجازه نمیده که اونها هر وقت در زندگی خودشون مشکلی پیدا کردن و احساسات طبیعی و غریزی رو که در درون خودشون دارن رو بخوام بروز بدن، به راحتی بتونن اون رفتارها رو در واقع انجام بدن. در مورد تغذیه کودکان هم همینجور معمولا تمایل دارن کودکان که رفتارهایی رو انجام بدن در مورد تغذیه که استفاده نادرست از مواد غذایی، مواد غنی، مواد چربی زیاد، سرخ کردنی ها، فست فود ها، نوشابه و سایر مواد غذایی که در واقع میتونه به اونها اختلال ایجاد کنه، اینها مواردی هستن که به جای استفاده از این که ما به اونها بگیم که روش‌های صحیح تغذیه رو استفاده کنی و از الگوهای صحیح تغذیه استفاده کن، میریم سراغ این که میگیم این غذا رو نخور، چاقت میکنه، افزایش وزن پیدا میکنی، توپل میشی و استفاده از کلماتی که در واقع اصلا مناسب نیست. به جای این روش بهتره که در واقع به اونها از مواد غذایی خوب، سالم، مغذی و فواید اونها در رشد و نمو کودکان صحبت کنیم تا اونها یاد بگیرن که در واقع چه چیز خوب هست و چه چیز خوب نیست تا اونها بتونن انجام بدن. در مورد رفتارهای فعالیت بدنی و فیزیکی و ورزش، این که به کودکان بگیم مستقیم ورزش کن، فعالیت کن تا تناسب و اندام داشته باشی، چاق نشی و دچار در واقع تنبلی نشی، لازم هست استفاده از کلمات منفی و که بار منفی داره مثل تنبلی، مثل چاقی، مثل خپل شدن، اینها رو کنار بگذاریم و به اونها فواید صحیح و مناسب فعالیت بدنی منظم رو یاد بدیم. همونجور که خودمون ورزش میکنیم به اونها هم آموزش بدیم که اونها ورزش کنن، اونها یاد بگیرن که چطور این فعالیت ها رو انجام بدن و از فواید مثبت هر کاری صحبت کردن معمولا به اونها کمک میکنه تا اونها تشویق بشن و بتونن این فعالیت ها رو بهتر و به نحوی که مناسبشون هست انجام بدن. گاهی کودکان رفتارهایی دارن که مناسب سنشونه ولی از نظر بزرگسالان مناسب نیست که ما معمولا به این رفتارها میگیم رفتارهای کودکانه. خب اگر قرار باشه بچه‌ها در شرایط سنی پایینی باشن و این رفتارها مناسب سن و سالشون هست ولی از نظر ما خوشایند نیست یا در جمع بزرگترها این رفتارها خوشایند نیست، خب ایراد از اینی که اونها تو اون سن هستن و این رفتارها مناسب سنشون هست. ولی اگر چنانچه فردی یا نوجوان و جوان رفتاری دور از سن خودش انجام میده که مناسب سنش نیست، باید دید که چرا این رفتارها رو در واقع تمایل داره انجام بده. حتی گاهی بزرگترها هم رفتارهای نامناسبی دارن که بیشتر مناسب سن و سال پایین کودکان و به اصطلاح رفتارهای کودکانه است. اگر چنانچه کودکان در هر
شرایط سنی و نوجوانان، جوانان در هر شرایط سنی رفتار مناسب اون سن رو که لازمه رشدشون هست انجام بدن، به علت محدودیت هایی که در محیط زندگیشون وجود داره و سرکوبگری که از طرف والدین و اطرافیان انجام میشه انجام ندن، همیشه به عنوان عقده‌ای روانی درشون هست و در سنی که احساس میکنن اون مهار برداشته شده سعی میکنن اون رفتارها رو انجام بدن که در واقع نظر سایر بزرگترها اون رفتارها اصلا مناسب نیست. بنابراین به بچه ها اجازه بدین که رفتارهایی که مناسب سنشون هست رو انجام بدن و اگر رفتاری دور از سن و نامناسب برای سنشون دارن انجام میدن بهتره ریشه یابی کنید که علت اون رفتارها چی هست. بنابراین ضمن این که کلمات نه و در واقع مهار کودکان رو باید استفاده بکنیم، اما لازم هست که توجه کنیم که نحوه گفتارمون چطوریه که بار منفی زیادی برای اونها نداشته باشه. اگر چنانچه عزیز دارید که مشغول تربیت کودکشون هستن این ویدیو رو با اونها به اشتراک بگذارید تا اونها بتونن از اصول تربیت سریع کودکان استفاده کنن. شاد و پیروز باشید.